به نام خداوند بخشاینده و مهربان. جدالات ماب کرده سیب رئیس جمهور پیشین افغانستان. جلالت ماب اتمر سیب کاندید ریاست جمهوری افغانستان. جدالات مابان و معاونین محترمشان. و نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان، نمایندگان زنان افغانستان، نمایندگان طالبان، رسانه ها و مطبوعات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله. جای نهایت خرسندی است که بعد از تقریبا دو دهه جنگ میان دولت افغانستان و گروه طالبان، امروز نمایندگان مردم افغانستان و طالبان هر دو دور یک میز جمع شده ایم تا به خونریزی، تنیش و جنگ خاتمه داده رای بیرون رفت از مرحله کنونی و رسیدن به صلح را مشترکاً جستجو کنیم. ناگفته پیداست که دولت افغانستان و گروه طالبان هر دو از جنگ به خونریزی خسته شدن و این نتیجه رسیدن که جنگ دیگر رای حل نیست. ما می توانیم تنها از رای گفتگو به خواسته های مشروع من دست یابیم. صلح، ارمان و خواستی همه مردم افغانستان بوده و ما از گفتگوهایی که در این مورد در هر جای برگزار شود استقبال میکنیم. اما آرزومندم به زودی شرایط مساعد گردد تا شاهد ادامه گفتگوهای مشترک در داخل افغانستان باشیم. در نشست صلح مسکو نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه افغانستان به شمول رهبران ملی، سیاسیون، زنان و آگاهان امور سیاسی دیت گفتگو بحث رو در رو با طالبان حضور دارند. این نشست یک گفتمان بین الافغانی به میزبانی کشور دوست روسیه است. جا دارد به خاطر تنظیم و هماهنگی این نشست از کشور روسیه و نیادهای مسئول و همکار افغان مقیم مسکو قدردانی کنیم. من از تمام دوستانی که دور این میز گرد آمدند میخواهم تا روی آتش بس که نخستین گام به سوی صلح است صحبت کنیم و مکانیزم روشن و عملی را برای تطبیق آتش بس و ادامه همچون گفتمان ها الا رسیدن به صلح دائمی و پایدار ترتیب کنیم تا باشد گامی عملی را در این راستا نیاده باشیم. اکثریت اشخاصی دور این میز به شمول خودم چندین دهه جنگ و نابسامانی را در زمان حاکمیت و رژیم های مختلف شاهد بوده و تجربه کرده ایم. ما خود را مسئول می دانیم تا رسالتی که در قبال نسل جوان و آینده کشور داریم برای تحقق امنیت و آرامش در افغانستان از هیچ نوع تلاش و اقدام صادقانه دریغ نورزیم. ما نمیخواهیم دیگر شهروندان افغانستان به خاطر نبود صلح و امنیت در کشور خودشان به کشورهای بیگانه مهاجر و بیوطن گردند. دیگر باید به نسلهای بعدی جنگ و ناامنی را به میراث نگذاریم بلکه خاتمه دهنده این میراث خانمان سوز شویم. با آرزوی اتحاد، اتفاق، یک پارچگی هم افغانا و رسیدن به صلح دائمی و من الله توفیق.